امروز برای ملت ایران روز مبارک و میمونی است، زیرا که یکی از آرزوهای دیرین ملی ما به خواست خداوند متعال برآورده شده است. در قبل از شهریور 1320 که مملکت ایران با استقلال سیاست ملی خود را دنبال می کرد، پدر من دست به ایجاد کارخانه ذوب آهن زده بود، ولی جنگ بین المللی دوم و آثار آن این هم را متوقف کرد و آثار بعدی جنگ و ایجاد نفوذهای بیگانه و همچنین ایجاد دستجات مختلف ستون پنجم بر رنگ‌های مختلف و اشکال گوناگون چنان پایه‌های این مملکت را متزلزل کرده بود که تا مدت‌ها دچار نوسانات داخلی و کجروی‌ها و گمراهی‌ها و تیشه به ریشه زدن این مملکت پرداختیم، تا اینکه بالاخره رستاخیز ملت ایران در 1332 ایران را از مهلکه حتمی نجات داد و اجازه داد که در ششم بهمن 1341 با انقلاب همه جانبه و ملی ایران دو مرتبه این مملکت به سرنوشت خود مسلط شود و راه استقرار سیاست مستقل ملی خود را کمان که دیدیم بعد از بهمن 41 ایران توانست آرزوی دیرین خود را که داشتن صنعت مادر ذوب آهن بشه. بعد از انقلاب ششم بهمن بود که ما توانستیم هر روز یک گام دیگر در استحکام بنیان ملیت ایران برداریم. بعد از اون بود که توانستیم مظاهر ارتجاع و عقب ماندگی و عدم تساوی بین افراد و از بین بردن استثمار فرد به وسیله فرد و سوء استفاده باز بعضی افراد از ثروت‌های طبیعی مملکت و هر مظهری در جامعه که امتیازات بیهودی به یک طبقه و طبقه دیگر بدهد خاتمه دهد. نه فقط ثروت‌های ملی مثل جنگل‌ها، مراتع، معادن بزرگ، بلکه اخیراً شاید مهمترین اقدامی که شده باشد ملی کردن ذخایر آب ما. در زمینه داخلی می‌بینید که هر اقدامی که برای پیشرفت و ترقی و سرفرازی جامعه لازم باشد اتخاذ می‌شود، برای اینکه ما استقلال داریم و می‌توانیم برای خود، برای ایرانی و فقط به خاطر ایرانی تصمیم بگیریم. در زمینه‌های دیگر استقلال ما در قسمت خارجی نیز به همون حدی است که در داخل استقلال داریم. در قسمت ثروت عمده فعلی مملکت که نفت باشد، در این چند سال اخیر تقریبا سالی نشده است که قدمی برداشته نشده است. حالا نیز مشغول مذاکرات مهمی ما حرفی نداریم که شرکت‌های فعلی نفت ایران با حفظ منابع و با احترام گذاشتن به احتیاجات ایران وسیله صدور نفت ایران و تحصیل درآمد به ایران باشد. حرف ما این است که این تصمیمات یک طرفه نمی‌تواند باشد. ما نیز به عنوان صاحب این نفت، صاحب این
سرزمین. در استخراج این ثروت نظر دارد. احتیاجات این مملکت روشن است. معلوم است که در چه راهی درآمدهای مملکت خرج می‌شود. هیچ دستگاه، هیچ شرکت‌هایی نمی‌توانند صرفاً برای خاطر اینکه با ما قراردادی دارند بگویند که ما فقط این مقدار از منابع مملکت شما را صادر می‌کنیم و استخراج می‌کنیم و ما بقیه ثروت خودتون را نمی‌توانید، چون ما مایل نیستیم از آن بهره برداری بکنید. یعنی در واقع ملت ایران صاحب این ثروت را از استفاده از منابع خود محروم نماید. تکلیف این کار به زودی روشن خواهد شد. استقلال ما در صنایع توأم است، همونطوری که گفتم، با استقلال ما در سیاست. تمام بازهای استقلال صنعتی را مشغول پیریزی هستند. ذوب آهن در یک رشته وسیع از صنایع فلزی استقلال ما را تا درجه زیادی تأمین می کند. اضافه بر این، صنایع پتروشیمی به مقدار وسیعی وسائل پیش ترقی این مملکت را فراهم خواهد کرد. صنایع ماشین سازی و آلومینیوم و مژده دیگری هست که به ملت ایران بدهیم و آن تقریبا اطمینان زیادی است که به پیدا کردن معادن مس به مقدار قابل توجه و حتی متنابهی در ایران موجود است. مجبور هستیم در این موقع از همکاری های دولت دوست و همسایه خود اتحاد جماهیر شوروی در امر همکاری و تأسیس این صنعت مهم سپاسگزاری بکنیم و اطمینان داشته باشیم که این روح تفاهم و همکاری ادامه خواهد داشت. هر مملکتی، هر رویه‌ای که نسبت به ایران بگیرد، می‌تواند انتظار رویه متقابل از طرف ما داشته باشد و این زمان رسیده است که ما می‌گوییم نسبت به رفتار خارجی با او رویه متقابل خواهیم گرفت، نه اینکه از ما دوستی و احیاناً از خارجی تا اندازه‌ای نگاه محبت‌آمیز به ما. حتی اخطار می‌کنم که حتی اگر دوستان فعلی ما منافع ایران را از هر جهت به خصوص در خلیج فارس محترم نشمارند، باید از طرف ایران انتظار همون رویه را نسبت به خودشون داشته باشند. امروز این صحبتهایی که من با شما ملت ایران اظهار می‌دارم از توی رخت خواب و از زیر این اظهارات ظاهرسازی و جنگ زرگری نیست. این اظهارات از داخل خاک ایران و از قلب ملت ایران اظهار می‌شود. به شما همراهان، مهندسین، سرکارگران، کارگران، تمام کسانی که در تأسیس این کارخانه شرکت داشتید و کار میکنید، به شما تبریک میگویم و شما را جزو سربازان حافظ استقلال مملکت می شمارم.
تاریخ ابدی برای شما و خانواده شما و توفیق همگی را در راه اجرای سیاست های ملی در راه اقتصاد و صنعت ایران از خداوند متعال خواستم.